شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر از طرف‌های درگیر در یمن خواست به توافق آتش بس که با وساطت سازمان ملل متحد به امضا رسیده احترام بگذارند. آتش بسی دو هفته‌ای که هدفش به وجود آوردن مجالی برای کمک رسانی به مناطق به شدت جنگ زده یمن است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق از همه طرف‌ها درخواست می‌کنند امکان رسانیدن کمک‌های انسان دوستانه و دسترسی سریع، امن و بی‌وقفه نهادهای امدادرسانی به همه بخش‌های یمن را هرچه سریع‌تر فراهم سازند. ساکنان محله‌های بمباران شده در صنعا پایتخت یمن می‌گویند جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از اواخر وقت شب گذشته حمله‌های هوایی خود را از سر گرفتند. این حمله‌ها بامداد امروز هم ادامه داشته است. آتش بس فایده‌ای به حال مردم نداره. اینجاها هنوز هم مثل قبل توسط حوثی‌ها بسته شده. هیچ چیزی عوض نشده، هیچی پیدا نمیشه و مواد غذایی هم وجود نداره. گفته می شود یک خانواده 8 نفره در چند اتومبیل در حال عبور مورد اصابت بمب‌های ائتلاف قرار گرفتند و دو غیر نظامی دیگر در تعز کشته شدند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها می گوید در بمباران‌های تازه در سراسر یمن 12 نفر از جمله دو کودک کشته شدند. جنگ بی‌وقفه امکان کمک رسانی به مناطق جنگ زده را از گروه‌های امدادی گرفته. اکنون ماست که میلیون‌ها نفر از مردم یمن از دسترسی به مواد غذایی و دارو محرومند. آتش بس برای ما معنی نداره. ما خودمون رو به هیچ چیزی پایبند نمیدونیم. چطور توقع دارن آتش بس رعایت بشه در حالی که اشغالگران همینجا تو کشورمون دارن خونه‌های مردم رو خراب میکنن و غیر نظامی‌ها رو به رگبار میبندن. شورای امنیت بارها تلاش کرده است دولت در تبعید یمن و حوثی‌ها را که از سال گذشته کنترل پایتخت را به دست گرفتند راضی به برقراری آتش بس کند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شامل مصر، کویت، بحرین، اردن، قطر، سودان، امارات متحده عربی و مراکش میگوید دولت منصور هادی از آنها نخواسته بود آتش بس را رعایت کنند، اما دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید پیش از اعلام آتش بس با منصور هادی هماهنگی شده بود که از ائتلاف بخواهد دست نگه دارند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.